نشست علمی روزانه آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 25 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در این نشست در رابطه با حکم استفاده از مواد مخدر فرمودند حکم حرمت همانند مسکرات شامل مواد مخدر نمی شمد. اما در مورد عدم جواز استفاده از مواد مخدر دلایل دیگری نیز نزد ما وجود دارد که مهمترین آن این است که در پی فراگیر شدن مصرف آن جامعه دچار فساد محض می شود معظم و با اشاره به اینکه مواد مخدری که اصالتا مایع نباشد نجس نیست فرمودند استفاده از مواد مخدر مگر به اندازه ضرورت برای مواردی چون معالجه امراض و تسکین دردها جایز نیست و بیش از این مقدار استفاده و مصرف آن مجاز نمی باشد. ایشان با اشاره به متفاوت بودن حکم مواد مخدر و مسکرات فرمودند حکم حرمت خمر شامل مواد مخدر نمی شود. اما چه در اعتیاد و چه غیر اعتیاد مصرف آن به دلیل گسترده شدن آن در جامعه که در نتیجه باعث فساد محض می شود و به ویژه جوانان را مبتلا به آن خواهد کرد جایز نیست و اگر هم در مواردی فتوا به جواز آن داده شده از باب عنوان ثانوی بوده است آیت الله شیرازی در ادامه فرمودند مرحوم شیخ انصاری در اول کتاب مکاسب محرمه با استناد به روایتی از عبارت هر چیزی که پیامد آن فساد محض باشد و چنانچه این قاعده در مورد هر چیزی جاری شود استفاده کرده است و نظر ایشان همین است که هم استفاده و هم خیر و فروش چنین مواردی جایز نیست اما در گذشته که بیشتر استفاده دارویی از برخی از این گونه مواد میشد در برخی از عطاری ها عرضه ای آنها برای درمان برخی از بیماری ها متعارف بود اما اگر استفاده از آنها موجب فساد محض در جامعه شود جایز نیست با هم فرمایشات الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم لا حرمه الحرمه متشمل وإنما بالنسبة للمخدرات دليل آخر عندنا ما يأتي منه الفساد محضا المخدر المخدرات اللي مو مائعة بالأصالة خاصة مو نجسة أما الاستفادة من الاستفادة منها لا يجوز إلا بمقدار الضرورة للعلاج للأمراض للأوجاع أما أكثر من ذلك لا يجوز للدليل الآخر ما يأتي منه الفساد محضا، مو دليل الخمر يشمل، لا. لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله لزماسه صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزه دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس یک بیننده این نشست علمی باشید